یکی از بازیگران با سابقه که شما حتما خیلی کارهاشو تعقیب کردید، دوستش دارید و بسیار بازیگر خوبیه. نمیدونم حالا بازیگر خوبیه یا نه، ولی حتما که خانم شیلا خداداد. خب خیلی خوش آمدین. مرسی. افتخار دادین. متشکرم. اگه سلام علیکی دارید بفرمایید. بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزانی که اینجا حضور دارن و همه بیننده‌های در منزل. برنامه ما راجع به اوقات فراغته. بله. شما مادر هستید. میگن مادرها وقت برای تفریح و اوقات فراغت ندارن. درسته؟ نه من دارم. چیکار می‌کنی؟ ورزش می‌کنم، کتاب می‌خونم. بچه رو چی کار میکنی؟ همون هستش دیگه برای خودش. هستش؟ یعنی چی هستش؟ نه خب الان سامیار یه ذره چون 2.5 سال یه خورده بهتر شده وضعیتش. قبل‌تر؟ نه وقت نداشت. آره فقط بچه بود دیگه، تا یه سنی نمیشه هیچ کاری کرد. شما تک فرزندین؟ بله. بچه بودین چجوری سر خودتون گرم میکردین؟ تنها بودین؟ کاربردار نشین؟ چی کار میکنی؟ بازی دیگه، خیلی بازی. و بعد مادرم اهل این بودن که خیلی کلاس‌های مختلف منو می‌ذاشتن. بعد یه دونم از این خونه‌ها تو اتاقم داشتم که خیلی می‌رفتین. بله. چه بازی رو بیشتر دوست داشتی؟ عروسک بازی و اینا. عروسک بازی. بله. خیلی عالی. شما موسیقی هم کار می‌کنی؟ این تفریحه یا اوقات فراغته یا جدیه؟ نه موسیقی الان دیگه کار نمی کنم. خیلی زمان بچگیم کار می کردم ولی دیگه از یه زمانی گذاشتم کنار. نه. اولین کارتون با مسعود کیمیایی بود؟ بله. چی شد که پیشنهاد کار داد؟ شما رو کجا دید؟ من تو داروخانه بودم، داشتم که دارو می خریدم. آقای کیمیایی اومدن گفتن که فیلم بازی می کنی. گفتم نه من اصلا خانواده منو میکشه. شما تو داروخانه داشتین دارو میخریدین؟ آقای کیمیایی اومدن گفتن شما فیلم بازی میکنین؟ بله. بعد گفتم نه من فکر نمیکنم به من اجازه بدن که من بیام فیلم بازی کنم. گفتن که من اجازت رو میگیرم. بعدی که شماره ما رو گرفتن، تماس گرفتن با خونه، اجازه مو گرفتن برای یه دونه کار. بعد 17 سال طول کشیده یه دونه کار. دوست داشتید به اون داروخانه نمی رفتید هیچ وقت؟ نه البته بعد از اون من همینطوری بدون آموزش کار نکردم. من از شاگردای آقای علی ژکان هستم دیگه. بعد از اعتراض لازم دونستم که برم کلاسای بازیگری، ولی خب نه خوب نه بودن. یعنی آره، یعنی خوشحالین که تو داروخانه رفتین؟ بل. و این بل. اتفاق افتاد. خب از کارگردانی که باشون کار کردین کدومو بیشتر دوست دارین؟ آقای ایرج قادری که خدا بیامرزتشون فوت کردن، آقای حسن فتحی، آقای بهروز افخمی. کار با حاتمی کیا چطور بود؟ خیلی خاص بود. خاص. خیلی خوب. کار با ایشونو خیلی دوست داشتم. یک چیزی که واقعیت که شما رفتین بینیتونو عمل کنین، شوهر کردین. این درسته؟ چجوری شد؟ من بینیمو عمل کردم، بعد یه مدتی از ایران رفتم. بعد برگشتم، خب هوای اونجایی که من بودم خیلی، چون دریا بود مرطوب بود، اینجا اومدم هوا خشک بود، یه کمی خونریزی داشتم از بینی. رفتم به آقای دکتر بینیمو نشون بدم که دیگه. بعد 3-4 ماه بعدش با هم ازدواج کردیم. خودشون مثل اینکه من که حالا بیهوش بودم، ولی اومده بودن بیرون، مثل اینکه به خانواده من گفته بودن. تازه بیهوش بودین شما؟ خب مثل اینکه به خانواده من گفته بودن که دیگه حالا من یه کاری کردم، دخترتون رو بالاخره یکی بگیره. بعد میگه واسطادم دیدم کسی نگرفت، خودم گرفتم. آها خب زندگیتون خوبه؟ بله. عاشقانه است؟ بله خدا رو شکر. بعد ازدواج چرا کمتر بازی کردین؟ حقیقتش فقط سال اولی که ازدواج کرده بودم نمیخواستم کار کنم، ولی بعد خب باردار شدم، بعدم سامیار به دنیا اومد و
مشغول ترجمه کتاب بودم، کارای این مدلی میکردم، یه ذره نتونستم کنم. شایع شده بود که آی دکتر موافق نیستن که شما بازی کنی. نه، همچین چیزی نیست. اصلا راجع به موضوع حرف نزدم. همون یه سال اول دوست داشتش که من بیشتر به زندگی مشترکمون برسم، ولی خودش بعداً به من میگفت نمیخوای کار بکنی. خیلی منو تشویق کردن. بعد چند سال مشفق من بود که من دوباره برگردم کار بکنم، میگفت حیفه، خب دیگه همینطوری میخوای کار نکنی که حیفه. و به هر حال الان همه چی خوبه؟ الان خوبه. خب کار جدید مشغول چه کاری هستی؟ مشغول کاری نیستم، فقط فیلمنامه دارم الانم که به هر حال این اتفاق خوبی که تو کن افتاد هممون رو خوشحال کرد، منم تبریک میگم. بله، جای تبریک داره واقعا به آقای فرهادی و آقای حسینی و ترانه علی دوستی عزیز که خودش جایزه نگرفت. به هر حال باعث افتخار هممون هستن. بله، که کسانی که اسمشون اینجا میاد دعوت میشن به این برنامه، اصغر جان فرهادی، شهاب حسینی عزیز و خانم علی دوستی. به هر حال این خیلی جایزه بزرگی بوده و خیلی جای تبریک داره. از شما دعوت میکنیم که مهمان این برنامه باشید اگر دوست دارید. شما یه پسر دارین به نام سامیار، ولی گویا بازم بچه دارین. نه خیر. اه چه؟ نه دیگه، همین یه دونه. هفت تا پسر دارین؟ آها بله، هفت تا پسر نه، دخترم هست. هفت تا بچه به سرپرستی قبول کردین. بله. خب چجوریه؟ این اولا لذتش چقدر زیاده، بعدم چجوری واقعا مدیریت میکنید این ماجرا؟ خب میدونین که توی ایران قوانین این که بچه بگیریم پیش خودتون نگه دارین خیلی سخته، چون ما بچه داریم. بله. و به ما بچه نمیدن که ما نگه داریم. ما فقط از نظر مالی و تحصیلی اجازه داریم که ساپورتشون بکنیم. خیلی پول دارین؟ نه، ما در حد این که همسرم یه جراح دیگه همین. اون نقشی که شما رو خیلی معروف کرد، نقش سیتا بود. سیتا بود، اون دختر هندی در مسافری از هند، چقدر کاری بود که اون موقع چقدر بیننده داشت و چقدر شلوغ کرد. اون باعث شد که خیلی مطرح بشید. بعدش زندگی شکلش چجوری شد؟ عوض شد؟ بله دیگه. قبل از ازدواج بود؟ خیلی قبل. ازدواج به سبک ایرانی؟ نه نه، قبل از اصلا ازدواج. بله، من 6 سال ازدواج کردم. آها. مسافری از هند 2 سال بعد از اینکه من وارد سینما شدم. چه سالی بود مسافری از هند؟ فکر میکنم 80-81. بین همکارا به کی حسودی میکنی؟ من کلن حسودی رو گذاشتم کنار. چون من 4 سال کار نکردم دیگه نبایدم حسودی میکردم. یعنی حسود بودین یه زمانی؟ حسود که نه، ولی مثلا یه سری از نقشا رو تو دلم میگفتم که کاشکی من بازی میکردم. منم خیلی دوست داشتم. چه نقشایی؟ یادم یه فیلم سینمایی بود به نام نسل سوخته. یه نقش خیلی خوب داشت در کنار خانم کریمی. من اون نقش رو خیلی دوست داشتم. گفتین الان مشغول کارین؟ نه خیلی. نه. الان میخوام از بین یکی دوتا کار یکیش رو انتخاب بکنم. کم کار شدین؟ کم کار که بله، به خاطر اینکه یه خورده دقتمو. آها، تو دولم. انتخاب. بله. خب دوتا کار سینمایی هست. یه دونه سریال پخش خانگی، شبکه. آها. خانگی هستش، یه دونه سینمایی. سینما. و کم کار شدم به خاطر اینکه البته دوستای دیگه هم همیشه تو مصاحبه ها به من میگن دوستای دیگه تون بچه دارن، همسن و سال بچه شماست، ولی پسر من خیلی به من وابسته است و وقتی من میرم سر کار اذیت میشه. بله. برای همین من فعلا کم کارم. خیلی خوب. 6 تا سوال میپرسم، یه دونش رو میتونید بگید بعدی، یعنی جواب ندید، ولی هی ممکنه سخت‌تر بشه، یعنی اگر اولی رو بگید دومی رو بگید بعدی ها رو مخ از دست میدید. آیا حاضری چهرتون تغییری بکنه ولی 40% به ضریب هوشیتون اضافه شه؟ نه خیر. چهل درصد خیلیه. آخه الان دیگه هوش به درم نمیخوام.
الان دیگه هوش به درد نمیخوره. 40% خیلیه. تو بازیگری چه تأثیری داره؟ توی زندگی مشترک چه تأثیری داره؟ تو بچه داری چه؟ 40% ضریب هوشی؟ آخه من باهوشم و 40%. نه 40% حالا به این اضافه چی میشه؟ تو انتخاب کار؟ ما تو خونمون یه دونه فرزین داریم که خیلی باهوشه، همون برامون کافیه دیگه. همسرتون؟ بله. 50% بذاری پوشه. وقتی نوجوان بودین از اون نوجوانایی بودین که طرفدار کسی باشین، طرفدار تیمی باشین، طرفدار اینجور چیزا؟ من که همیشه استقلالی هم. بعد از همون موقع هم طرفدار استقلال بودم. به هر حال هنرپیشه‌هایی بودن که آدم اون موقع تو اون سن دوستشون داره خیلی. من عاشق خانم کریمی بودم، نیکی کریمی. خانم نیکی کریمی هم اسمشون برده شد، دعوت بکنیم. پوستراشون هم به دیوار میزدین؟ نه نه نه، دیوارمون خراب میشد. دیوارتون خراب میشد؟ دیوارشون خراب میشد. خب چه کار بدی از طرف شما خط قرمزه؟ خب خیلی کارا. مثلا بدترینش از نظر شما چیه؟ خودم انجامش ندم. یعنی مثلا اگه کسی انجامش بده شما قطع ارتباط میکنید باش، هر کی باشه. کلن رو دروغ حساسم، بعد بفهمم که کسی بهم دروغ میگه خیلی ناراحت میشم. یکی دیگه یه مسئله دیگه هم خیلی منو ناراحت میکنه، بعضی وقتا میبینم که بعضی از دوستان یه ذره با پدر مادرشون بد صحبت میکنن و جواب میدن و اینا، منو خیلی ناراحت میکنه. بله. خصوصیت یا عادتی دارین که خودتون ازش فراری باشین؟ نه. نمیخواین بیشتر فکر کنین؟ میخواین سوالمو تکرار کنم؟ به خدا یادم نمیاد، وگرنه که بهتون میگفتم. اگه این امکان وجود داشته باشه، یک قدرتی داشته باشید که چیزی رو در جهان تغییر بدید، اون چیه؟ اول یه کاری میکنم، این بچه های طفل معصوم و اثر چهارراه ها بر میدارم، میفرستمشون مدرسه. از طریق تحصیل من فکر میکنم بتونن آدم های بهتری بشن و این جنگ و خونریزی و این چیزها رو هم تو دنیا تموم میکنم اگه دست من باشه. بسیار عالی، بسیار عالی. به افتخارشون. این سوال همینجوری میپرسم دیگه، سوال آخر. فیلمی بوده که پشیمون شده باشید از اینکه بازیش کردین؟ بله بوده. چند تا فیلم بوده؟ دوتا. دوتا فیلم. خیلی ممنونم که اومدین، دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم از شما همیشه سالم باشید و بهترین آرزوها رو براتون دارم. ممنون، متشکرم. یه هدیه ای هست از طرف اول مارکت که خدمتون میدم. به 7 تا بچه ای هم که شما سرپرستیشون رو دارید ما 7 هدیه خواهیم داد. چقدر خوب. ممنون. مرسی. به اون 7 تا بچه هم از طرف اول مارکت 7 تا تبلت داده میشه. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و همینطور با احساس و همینطور خیر باشید. ممنون. خیلی ممنونم. هم کار کرده دختر خالش قبلا باش نامزد بوده یا خب نامزد بوده. اینا دیگه یکم چی بگم، خز شده گفتن اینا. خب یعنی که من خودم یکم سعی میکنم کمتر اطلاعات زیاد این، یعنی من سعی میکنم چون خودم واقعا آقای مدیری لذت میبرم از فوتبال، من بازی رو میبینم واقعا با تمام وجودم لذت میبرم، سعی میکنم لذتمو به بیننده منتقل کنم. یعنی اگه بتونم این کارو انجام بدم گزارشم گزارش خوبی شه. اگه نه مثلا اگه قبلش هم بی‌حوصله باشم، حالا مثلا چه می‌دونم شفچنکو داد نمی‌دونم به ربروف و اینا اینجوری بگم، نه اون بیننده اون لذتی که فوتبال باید ببره رو نمی‌بره. درش من الان تمام تلاشم اینه که اون آنی که وجود داره در فوتبال رو به بیننده منتقل کنم. ولی اشتباهات تصویری اینو میگم که بگم 90 رو می‌بینم. اشتباه تصویری داری؟ یه وقت آره رو صندلی یهو لیز می‌خوری می‌افتی.
میای بری پای اون LCD بزرگه پاش گیر میکنه به سیم یه دفعه. آره اینا رو یعنی میخوام بگم 90 رو دیدم. بله واسه افتخار واسه من. یه چیزی بگم، فوتبال خیلی جهان عظیم و پیچیده است. ما در ایران هم خب خیلی مسائل داریم که خودت استادی، من راجعش اصلا چرا حرف بزنم، ولی اینکه مافیا دارد، اینکه دلال دارد، اینکه هزار تا مسئله داره که فوتبال غیر پاکه، تا حالا پیشنهاد مالی داشتی؟ انواع اقسامش، یعنی من به خصوص توی سالای اول کارم که برنامه 90 سال 70 شروع شد، شاید از سال 80-81 خیلی تو بورس قرار گرفت. خب اول شاید جامعه فوتبال و اهالی فوتبال شناخت چندی از من نداشتن دیگه، مثلا دقا آقا بیا مثلا اینو با ما بگو ما فلان کارو میکنیم. انواع اقسام پیشنهادا شده بود در اون سال اول دیگه، الان دیگه فهمیدن دیگه، خودشون میدونن دیگه اصلا سمت من واسه این کارا نه بیا. این که شما گفتید فساد و مافیا، اینو واقعا متاسفانه وجود داره، چون من احساس میکنم و اعتقاد دارم هر جایی که پول باشه فساد هم هست، این اشتباه پذیره. در چه تو فوتبال هم چون پول زیاد هست و چون شهرت مطرح اونجا، فساد هم مبتلا بهش هست هست متاسفانه. یعنی فوتبال اون پلشتی هایی که متاسفانه نباید داشته باشه رو داره. خب چی شد؟ الان یه اتفاق مثبتی که من اینجا مثلا خانم ها آقایون کنار هم نشستن، یه جمع خانوادگی، چقدر خوبه، چقدر صمیمی هست، همه هیچ اتفاق غیر مترقبه هم رخ نمیده، همه نشسته همون تو سینما میشینم، چون واقعا الان جو ورشگاه جو مناسبی نیست، یعنی اصلا چیزایی میگن که آره میدونم. و یکی از ویژگی های خودت باز این هست که در طول این دو دهه به همون لحاظ که گفتم که تا حالا پیشنهاد داشتی یا نه، هم خودت رو سلامت نگه داشتی هم برنامه‌ت رو، و این خیلی جای تقدیر داره. من علاقه غیر از دست شما درد نکنه، ولی واقعا من همکارام هم خدا رو شکر همشون آدم های پاک سالم و قانعی هستن، چون خودتون بهتر میدونید تو تلویزیون با اشتراک برنامه های ورزشی بودجه مناسب آنچنانی در اختیار هیچ برنامه ورزشی نیست، برنامه 90 هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی خب با امکانات اندک، من واقعا اینو بگم تو این 20 سال من واقعا با حداقل هزینه تونستم این برنامه روی آنتن ببرم، هیچ وقت کم نذاشتم تو کار، اینه همیشه اگه قرار بوده یه بازی حساس بشه سه تا دوربین بفرستم، عوامل بفرستم، واقعا فرستادم. و بقیه بچه‌ها که باشون کار می‌کنم، شما اشاره که واقعا بچه پاک و سالمی هستن که من از افتخاراتم کار کردم با این گروه صمیمی و دوست داشتنی، خیلی هم با هم صمیمی هست. عاشق شدی؟ بله جان و هستم. یه جوری نقطه گذاشت و بست که یعنی ادامه ندم. نه بابا اصلا من میگم آیه مدیر آدم، عشق به زندگی آدم جهت میده، معنا میده، خیلی چیز طبیعی و عادیه. و ادامه ندم. نه چشم و بد غذاست به شدت، خوشمزه ترین چیزهای جهان رو دوست نداره، پشت پشینی غذا بخوری تو هم غذا نمیخوری، یعنی دیدی بد غذاست. و خب برای همینه که خوش هیکل و خوب و اینا مونده و به چشم شفچنکویی آره این دلیلش اینه که بد غذاست. پس برنش هم برم کنم اینو باید بگفت. من غذاهای عجیب غریبی دوست ندارم، یعنی همه دوست دارم، مثلا ماکارونی من اصلا نمیخورم. خب برای که دوستم میگه استاد شما چجوری ماکارونی نمیخوری؟ آره واقعا چجوری ماکارونی نمیخوری؟ ولی چیزایی که هیچکی دوست نداره یا خیلی ها دوست ندارن رو دوست داره، مثلا تو جیبش کشکه، قره قروته مثلا میده، نمیدونم
آره. اما اون نوچوفسکو بود شما داشتید. آره. اینقدر من دوست دارم ولی اینجوری نمیخوریم. نخود فرنگی بود. آره. نخود آره. فرنگی بود. ولی مثلا چون دمپخت نخود دوست دارم. دمپخت نخود. آره. یه غذای خیلی خوبه. خیلی. مثل نوچوفسکو، همون نوچوفسکو شماست. آها، ولی با برنج. ولی با برنج. آره. خیلی عصبانی میشی چه میکنی؟ خیلی کم عصبانی میشم، یعنی خیلی کمپی آدم صبوری هستم، فکر میکنم آدم صبوری باشم، سعی میکنم تو خودم بیشتر میریزم و سعی میکنم عصبانی نشم. خیلی کم پیش میاد، اینقدر کم پیش میاد که خیلی خوب. و راستی نپرسیدم متولد سال 1353 53 میشه 44 سال 11 مهر، نه دیگه 43 سال خورده ای 43 سال خورده ای 11 مهر 53. خیلی خوب، ولی خب اصلا بهت نمیاد. و به طنز علاقه داری؟ تو 90 هم سعی کردی یه جاهایی از این موضوع استفاده بود. دوست که دارم قطعا، تقصیر شما هم هست از خاطرات دوران نوجوانی و جوانی اون. اصلا شما من فکر میکنم به عنوان سردمدار این قضیه خودتون رو مطرح کردید. من خیلی علاقه داشتم، کارهای شما رو همیشه میدیدم، همیشه چهره محبوب من بودید، هستید و خواهید بود. آره من دوست دارم، حالا خوشخنده هستم نسبتا، ولی کلا مثلا فیلم کمدی رو ببینم اصلا نمیخندم، یا مثلا جوک کسی تعریف کنم خب من اینجوری خیلی میخندم این ولی ولی آره من دوست دارم حالا به فراخور اتفاقاتی که تو 90 رخ بده، مثلا ما بخش 90 درجه داریم که بخش پر بیننده هم آقای امیر وفایی شما هم زحمتش رو میکشه و خیلی مورد توجه مردم قرار میگیره. آره من دوست دارم این. درسته. معقوله. 90 قراره ادامه پیدا کنه یا یه پلن خاصی براش دارین تا یه تایمی یا اینکه تغییر اساسی بکنه؟ ببین من فکر میکنم تا زمانی که مردم با این برنامه همراه باشن و احساس نکنن که این برنامه دیگه تکراری شده و به درد نمیخوره و چیه دیگه میرن اینا کانال عوض کنن، فکر میتونه ادامه داشته باشه. ولی واقعا نه، قرار نیست که همیشگی باشه، باید تا مقطعی باشه که برنامه خوب باشه و بتونه من هر وقت تا وقتی که احساس کنم برنامه خوب هست و مردم میتونن باشه ارتباط برقرار کنن، فکر میکنم میشه برنامه ادامه. چه چیزی رو غیر از فوتبال خیلی دوست داری؟ من کلا بازی اینا رو خیلی دوست دارم، یعنی بازی و مسابقه. مسابقه آره. من آیه مدیری من دبیرستان بودم، بعد سوم دبیرستان بودم فکر می‌کنم، درسم خیلی خوب بود، بعد روزه پنجشنبه، من پنجشنبه تعطیل بودم چی بود یادم نمیاد دقیقاً، یا جمعه صبح بلند می‌شدم، موقع خونمون شهرارا بود، سوار اتوبوس می‌شدم می‌رفتم پارک شهر، بعد اونجا می‌رفتم رادیو، رادیو مسابقه داشت به نام دانش و هوش، مرحوم اسکندری یادمه. آره. آره. دانش و هوش. آره. دانش و هوش روح شاد اسکندری. روح شاد. آره. که عموی خانم ستاره و لاله اسکندری است. بعد میرفتم اونجا هر هفته تماشاگر یا شرکت کننده مسابقه بودم، بعد دوستان برمی داشتم خودم به زور میبردم اونجا بگم بریم، خیلی جای خوبیه اون. که از اونجا مثلا بعد دیگه وارد دانشگاه شدم، حالا مسابقه هفته مرحوم نوذری گرفته تا برنامه شهریاری بود تا بعد همون دانشجوش آوردن تو تلویزیون اونو شرکت کرد، هر مسابقه که بگید من شرکت کردم، اینقدر برنامه شرکت کرد در تلویزیون که گفتن آقا بیا یه برنامه اصلا مال خودت. یعنی در این حد که الان این برنامه شبکه نسیم مسابقه اون دانش و هوش نیست، هوش برتر، اینقدر دلم میخواست میرفتم مثلا شرکت میکردم. و خیلی هم سخته. آره من بعضی رسمتاشو دیدم خیلی سخته. و از چه چیزی در خیلی میترسی در زندگی؟ ترست در زندگی چیه؟ ترس؟ والا این که به حال اون کسایی که دوستشون دارم و خدا نکرده از دست بدم، همیشه این فوبی های همیشه که من هست. کلا آدم ترسویی نیستم، یعنی فکر نمی‌کنم خیلی از چیزهای مختلف بترسم، دوست دارم چون هیجان رو دوست دارم. مثلا شما ببرید من شهر بازی، هر اسباب بازی بگید عینایی که کسی جرأت نمی‌کنه، چیزی نیست، فوش آدم میفته میمیره، چیزی نمیشه، مشکلی ندارم. هیچ وقت فکر کردی در همین مسابقه مردان آهنین هم شرکت کنی؟ یعنی من لیوان رو بزنم مردان جان اینو نمیتونم بالا ببینم، رو به زحمت میتونم، اینقدر زورم کمه. خیلی خوب. چیزی هست که نپرسیده باشم دوست داشته باشی اینجا راجبش حرف بزنی؟ نه فکر میکنم
راجب اجتماع، فرهنگ، مسائل فوتبال، راجب ورزش، راجب هر چیزی. به من این الان اتفاقی که من کاملا تحسین میکنم این که شما و برنامه خوبی که در سازمان ساخته میشه، این که مردم 2 ساعت در هفته، چند ساعت در هفته از پای چون برنامه‌های ماهواره و سریال‌های ترکیه‌ای و نمی‌دونم گوشی‌هاشون برن کنار بشینن پای تلویزیون خودمون، من این اتفاق خیلی اتفاق مثبتی ارزیابی می‌کنم. حالا چه بشینن 90 تماشا کنن، چه بشینن دوره همی تماشا کنن، چه بشینن خندوانه تماشا کنن یا هر برنامه دیگه‌ای که سازمان ما براشون، من فکر می‌کنم این تلویزیون پتانسیل داره، یعنی با نیروهای ارزشمندی مثل شما و امثال شما که وجود دارن قطعاً می‌تونه ما از این پتانسیل استفاده کنیم، مردم بشینن پای تلویزیون و قطعا این توانایی رو داریم ما، کسانی که در تلویزیون حضور دارن و کسانی که استعدادش رو دارن که کاری کنن که مردم بشینن و این فکر می‌کنم خودش به لحاظ فرهنگ سازی میتونه خیلی کمک کنه. و کاری کردی که ازش پشیمان باشی؟ آره، من خب چنان تو چند تا از برنامه‌ها مثلا با کسی که شاید حقش نبوده اونجوری من برخورد کنم، حالا به هر دلیلی اون مقطع برخورد درستی نداشتم یا حرفی زدم که ناراحتش کردم، هفته بعدش هم عذرخواهی کردم، یعنی هیچ عبایی از عذرخواهی کردن ندارم قطعا، آره هر کسی اشتباه میکنه، منم از این قاعده مستثنا نیستم. خیلی هم عالی.